اولا من فکر کنم موقعیت ایران و یا فرض کنید که مصر و یا فرض کنید که کشورهای باستانی سابق با کشورهای مثلا امروز آفریقا و یا آمریکای لاتین و یا کانادا فرق میکنه مقداری. اتفاقا اخیرا برای همین مقاله ها میخوندم یک نقل قولی از ابن مقفع، طوری که میدونیم از ادیبان سرشناس تاریخ ایران هست و بنیانگذار میگن نثر عربی هست بعد از ظهور اسلام در ایران، که درباره زبانهایی که در ایران بعد از اسلام بلافاصله بعد از اسلام هست صحبت میکنه، میگه مثلا زبانهایی که صحبت میشه در ایران دری هست، پهلوی هست، فارسی هست، آرامی هست و تا جایی که آرامی هست و همین، این چهار پنج تا زبانو میگه. کشوری که بزرگ هست، مخصوصا کشوری که آسیایی هست، به این معنا که فشردگی جمعیتی زیاد نیست، لازم هست که اگر میخواد به عنوان کشور ادامه پیدا بکنه، ادامه حیات بده، لازم هست یک عنصر متحد کننده به معنای زبان مشترک شاید. زبان مشترک به معنای این که بتونم با همدیگه تفاهم مکالمه بکنم داشته باشم. در گذشته زمان به اصطلاح باستان، چه یونان رو بگیرید از زمان اسکندر و چه ایران رو بگیرید از زمان هخامنشی و ساسانیان و اشکانیان و غیره بگیرید، به هر صورت یک زبانی که در ایران گذشته سابق باستان آرامی بود، اتفاقا فارسی هم نبود، ولی یک زبانی باید باشه که از کسی که از سخت یا آسیای مرکزی هست بتونه با کسی که در بین النهرین زندگی میکنه، امیری که اونجا هست، بتونه صحبت بکنه و مکالمه داشته باشه، دستوراتو بده و یا کار اداری دولتی رو انجام بده، وگرنه امکان حیات مشترک این واحد بزرگ جغرافیایی و سیاسی نیست، نخواهد بود. این یک مشکلی هست که متوجه هستن حرفای آقای دکتر کلانو که میفرمایند که ملت دولت یک کمی به معنای اینکه کهنه شده، شاید کهنه شده، ولی اخطار و هشدار من نسبت به اینه که ملت دولت لزوما به معنای فاشیسم نیست. ملت دولت چیزی هست که ما در کشورهای بخصوص کشورهای طرف ما شرق، یعنی نه غرب، زودتر شروع کردن، چیزی هست که در اوایل قرن بیستم، حتی شاید یک کمی قبل از اون، شاهد فرم گرفتن، شکل گرفتن روشنترش شده ایم. و این موضوع زبان مشترک لزوما به معنای اشتباهاتی هم که تندروی هایی هم که در گذشته شده، هم در زمان رضا شاه شده، هم در زمان آتاتورک شده و غیره و غیره، لزوماً به معنای فاشیسم نیست. این برای تشکل و با هم بودن اتحاد